تا روز این ورزش را در افغانستان بنیان گذاری کند و در بند امیر غواصی کند. در ملاهو هماهنگ کننده مبارزات آزاد برای مبارزان افغان در بهترین سازمانهای مبارزات آزاد کشورهای اروپایی است. او در مدت زمان کم توانسته قهرمانان مبارزات آزاد مانند باز محمد مبارز احمد ولی اوتک و حسین بخش سفری را به دنیای حرفه‌ای مبارزات آزاد معرفی کند و افتخاراتی نیز کسب کرده است. در همین ارتباط خود آقای درمل لاهو یک تن از ورزشکاران کشور از شهر مسکو روسیه را از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای لاهو خوش آمدید. سلام، روز شما خوش باشد. تشکر. سلامت باشین. آقای لاهو، در نخست در مورد برنامه تان اگه بر ما بگوین، در مورد برنامه تان بر ما بگوین که جزئیات بتین این برنامه چه وقت آغاز شد و چند ورزشکار از کدام کشورها اشتراک داشتند؟ تشکر از شما و از بیننده های محترم تلویزیونتان. این برنامه افتخاری که زندگی بدون قرنطین نام شما آنده بودن در کشور مصر در نزدیکی شهر شرم الشیخ یک جدیدی است به نام راس محمد و در اونجا این برنامه در ظرف یک هفته برگزار باید می شد در اوایل ماه فوریه و ما تازه از مصر به مسکو رسیدم. ما یک هفته اونجا بودیم و از اطار از 15 کشور بود، کشورهایی که اجازه داشتن که داخل مصر شوند و از شرایط کرونا اجازه می داشتن اونها اشتراک کردن و ما خواستم که بیرق سیرنگ کشور ما را در قبر به اعتزاز بیارم و از این طریق بخوایم برای وطن و وطندارای ما یک خدمت و یک خوشی عجب. درست. آقای لاهو، چه باعث شد که خودت در عمق 65 متری دریای سرخ مصر بتونی شنا بکنی؟ ما خودم تقریبا مدت 4 سال میشه که زودتر از 4 سال 2015 ما دایوینگ ورزش دایوینگ پیش میبرم و این یک ورزشی است که تجربه و زحمت بسیار ضرورت داره به خاطر از اینکه شرایط فیزیکی بدن انسان باید تقاضای زیره بکنه که داخل بحر داخل شوه و سرتیفیکات رسمی باید داشته باشه، آدم عضویت داشته باشه و به خاطر از اینکه داخل بحر وقت داخل میشیم زیادتر از 7 متر یا 8 متر که پایین تر میریم اکسیژن و فشار آب زیادتر میشه و کسی که وضعیتش خوب نباشه میتونه دچار مشکلات شوه، زیادتر کسا ورخطا میشن و مدت تقریبا 3 دقیقه وقت به کار است تا آدم پس بتونه به بالا برسه، زیادتر از 3 دقیقه و این برای یک انسان کافی نیست که اگر ورخطا شوه یا کدام مشکل برش پیدا شوه تا بالا را پیدا بتونه برسانه. به این خاطر به تمرین و به یک کار بسیار زیاد ضرورت داره، تجربه به ضرورت داره. آقای لاهو، میگن که هزینه هنگفتی هم به این برنامه به مصرف رسیده، در حدود چقدر مصرف شده و چقدر باید هزینه پرداخت شد؟ خب ورزش دایوینگ یکی از قیمتی ترین ورزش های دنیا گفته میشه به خاطر از اینکه همین تجهیزات ورزشی که به ضرورت هست، همین لباسی که ما در تن خود میکنیم چون داخل بحر او بسیار سرد است و مدت 30 دقیقه 35 دقیقه در زیر او میباشیم، همین تمام لباس و تجهیزات دیگه بسیار قیمتش بلند است و از خود از اونجا باید گرفته شود و کشتی و تمام وسایلی که برای داخل بحر ببره، هر بار دایوینگ یا داخل شدن به آب از 700 تا 1200 دلار فکر میکنم مدینه باید داشته باشه هر بار. آقای لاهو، اگر در افغانستان هم در بند امیر ما چنین دریا هم داریم، اگر برگزار بشه و شما بتونید در اینجا شنا بکنین، آیا موافقت صورت گرفته؟ شما باور کنید ما در بعد از هر برنامه ما برای دوستای ما که در اونجا بودن، مسئولین از فدراسیون که بودن، میشه برشان نمی را پیشنهاد کردم به خاطر اینکه بند امیر گزینه بسیار خوبی است برای دایوینگ و ما مطمئن هستم که بسیار عمق پایان داره و بسیار چیزای دیدنی داره به داخلش و من آرزوی مسیح که آرزوهای مامی است که بتانم و داخل کشورم از زیبایی های طبیعت کشورم دیدن کنم و او را برای جهانیان نشان بدیم و از این طریق بتانیم توجه جهانیان را به می یک
جای بسیار زیبایی که به داخل کشور ما هست. بند امیر از این بسیار خوب است برای جایگاه بسیار خوب است برای دایوینگ. بله انشالله که اگر موافقت شود در بند امیر هم چنین رقابت برگزار بکنیم و آقای لاهو هم شما بتونید. البته ما پیشنهاد میتونم بکنم برای اداره ورزش کشور ما که چنین رقابت ها را پیش پرتن. ما هم باشن همکاری میکنیم در هر نگاه و ما مطمئن هستم که علاقه مندای بسیار زیاد از کل کشور آماده خواهد بود که بهند بود. آقای لاهو سطح ورزشکاران دیگه در می رشته چگونه است که همراه شما شنا کردن، غواصی کردن؟ خب این چون رقابت بسیار دوستانه بود، هر کس خود دیگه گپ هر چقدر کس پایین تر بره بهتر خوبتر جلوه میکنه و کسی زیادتر در زیرا باشه. از اونها هم سطحشان بالاتر بود بخاطر از اونها که کشورهای مثلا از ناروی یا دنمارک یا کشورهای هستن که بحر دارن و همیشه میتونن ورزش هر روز پیش ببرن یا هر وقت که دلشان بخواید. ولی ما بخاطر از اینکه ورزش بکنیم باید به یکی از جزیرهای خارج بریم، تقریبا مدت چندین ساعت پرواز کنیم و یک مدت معین می داشته باشیم که ما ورزش بکنیم. اگر ما بحر می داشتیم در نزدیک خود ما زیادتر و خوبتر می تانستیم که امی قوت بدنی خود زیادتر بسازیم و امی تمرینات خود زیادتر و بهتر پیش ببریم. بله. ولی ما آرزومند هستم که دایمی 65 متری که هست دایی ساده نشویم، از این پیشتر و بالاتر بریم. بله تشکر. آقای لاهو در کنار از این که خودتان ورزشکار موفق در شنا هستین، در پهلوی ازی هماهنگ کننده مبارزات آزاد افغانهای ما در کشورهای خارج هم هستین، از برنامه تان در مبارزات آزاد بگوین. گرچه ما در اخیراً ورزشکارهای مبارزات آزاد ما نتیجه خوبی هم نداشتن. تشکر بسیار زیاد، نکته خوبی را اشاره کردین. ما که میخواستم در میباره برنامه را ترتیب و تنظیم کردیم، ورزشکارهای تازه نفس و ورزشکارهای جوانتر را در برنامه خود گرفتیم تا که بتونن یک نتیجه خوب بتن. بله برنامه آخری ما که داشتیم در سازمان سی بسیار قسمی که ما اصلا فکر نمی کردیم تیر شد، خب برس بود که ورزش هسته. ولی ما امی تکنیک و پروگرام های کاری ما را مکمل تبدیل کردیم و خوش ازی هستیم که قرنطین خلاص شد و شرایط روز به روز در مسکو خوبتر میشه. ما انشاءالله در ماه مارچ یک برنامه ورزشی داریم در آخر ماه مارچ و یک برنامه دیگه داریم در ماه آخرهای ماه فبرال که سه ورزشکار ما در این برنامه شرکت خواهد کرد. مشخصا اگه با این آقای لاهو که کدام ورزشکارهای ما هستند در این برنامه در سازمان ایسیه؟ البته در سازمان ایسی نصرت الله آخونزاده باید فایت کنند. ما تمام شرایط آماده ساختیم و سازمان هم رضایت خود داشتن و بعد از او که نصرت الله آخونزاده در ایتی اگر نتیجه بسیار خوب بده البته قرارداد دائمی برش داده خواهد شد و دیگه اولین افغان گفته میش خواهد شد که در سازمان ایسی قرارداد داره. تا هیچ وقت کلام افغان ما قادر به این نشده که در سازمان ایسی قرارداد دائمی داشته باشه. هر برنامه ای که پیش کردیم و تیر شده به خواهش ما و به شرایط تازی ما در برنامه ورزشکارای ما تال اشتراک کنند. آقای لاهو چرا ما نتیجه خوب نداشتیم در اواخر از ورزشکارای مبارزات آزاد؟ خوب اینطور است که ما ورزشکارای ما تکنیک ورزش روز به روز پیشتر و خوبتر میشه. اولی که ما امی اداره ورزش ما با معذرت کامریت مکمه که سرش خراب شد، امی اداره ورزش ما باید ترینرهای بسیار خوبی را در افغانستان دعوت بکنن، از این که گروه های مختلف را به خارج روان میکنن و نتیجه نمیتن. تمرین نداریم، تمرین و او رقم آمادگی که باید داشته باشیم او رقم نداریم. با این خاطر ما نتیجه درست نتونستیم گرفتن. با این خاطر ما در این برنامه خود ورزشکارای خود کم وقت‌تر در مسکو دعوت میکنیم. اینجا ما برای ترینر ها صحبت کردیم، ترینر های بسیار مجرب که بتونن تکنیک و تکتیک نو را برای اینا بیاموزن. انشاءالله نتیجه خوب خواهد گرفتیم، من مطمئن هستم. بعضی ورزشکارا میتونن امی تکنیک و تکتیک نو را که بلد میشن در داخل کشور بر دیگه ورزشکارای ما هم ایرا بیاموزن، ابوس که ورزش ما سطحش بالاتر و خوبتر میشه. بله آقای لاهو کدام برنامه هم در کشور دارین در افغانستان که بتونید برای ورزشکارای مبارزات آزاد هم اردوگاه تمرینی ایجاد بکنین تمرین بکنن؟
ما امرای ورزشکارای ما که خودشان از خود کلاب و جایگاه بر ورزش دارن در صحبت هستیم. فقط شرایط امنیتی ما یکم ایجاب نمیکنه. ما خودم به ازینی خود به مصرف شخصی خود بهترین ترینرهایی را که ورزشکارای بسیار خوبی را که یکی از او ترینر حبیب نور محمدوف است که او در شهر مسکو زندگی میکنه و امو تمرینات بوکس خود و تمرینات جوجیتسو را پیش از امو استاد پیش بردن. ما امروز اونها صحبت هستم، اونها آماده هستند که بیاین در افغانستان سیمینای رای ورزشی داشته باشند و امی تکنیک نو را برای استادای ما بیاموزند که باز استادای ما را برای ورزشکارای ما تقدیم کنند. در صورت ما بسیار میتونیم خوب نتیجه داشته باشیم. تشکر شما آقای لاهو.